سازمان همکاری های اسلامی از تمامی کشورهای عضو این سازمان خواست تا به آسیب دیدگان سیلاب های پسین در افغانستان کمک های فوری بشری را فراهم کنند. این سازمان در اعلامیه همچنان از تمامی کشورهای جهان و نهادهای مددرسان خواست تا برای جلوگیری از شدت یافتن بحران بشری در افغانستان به مردم این کشور کمک کنند. وزارت دولت در اموری رسیدگی به رویدادها از فراهم آوری کمک های ابتدایی به سیلاب زدگان پسین در کشور خبر می دهد، اما این کمک ها را بسنده نمی دانند. ایمل سیار گزارش می دهد. خواست ها از بهر رسیدگی به آسیب دیدگان سیلاب های پسین در کشور. سازمان همکاری های اسلامی از کشورهای عضو این سازمان خواست تا به یاری آسیب دیدگان سیلاب های پسین در افغانستان بشتابند. این سازمان از نهادهای مددرسان و کشورهای جهان نیز خواست تا به سیلاب زدگان در افغانستان کمک های فوری بشری فراهم کنند. امروز هم گفتن که ساعت 12 بجه شدید بارش است و سیلاب است. مردم هم زود فقط جان خود کشیده میرن. در اعلامیه این سازمان همچنان آمده که بحران بشری در افغانستان پس از سیلاب های پسین شدت گرفته. ما نه سرپناه داریم، نه جای شستن داریم، نه جای نون خوردن داریم، هیچ چیز نداریم. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادها از فراهم آوری کمک های ابتدایی به سیلاب زدگان پسین در کشور خبر می دهد، اما این کمک ها را بسنده نمی داند. پیش در شدو به چاروکی دولت وزارت اکثر خاصی متعید چه سیلابونه پکر اغیلی و اولیه کمکون رسولی دی بعضی موسسات ملی و بین موسسات هم پا ولایتونو که مرستی کردی دی بیا هم همزمان وز پا دیر سیمو که موسسات و از مر سربی جریان داری. افغانستان در سال روان با رویدادهای طبیعی بی پیشینه روبرو شده که بر بنیاد آمارها در یک ماه پسین در نتیجه این سیلاب ها 170 تن جان باخته و بیش از 250 تن زخمی شدند.